نمایندگان 195 کشور جهان سرانجام در کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس در مورد پیشنویسی برای مقابله با گرمایش کره زمین به توافق رسیدند. با این وجود هنوز بسیاری از مسائل کلیدی از جمله نحوه اختصاص هزینه انتقال از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های پاکیزه حل نشده است. سیاوش علی‌پور و جزئیات بیشتر. پیشنویسی که روز شنبه مورد توافق شرکت کنندگان در نشست اقلیمی پاریس قرار گرفت، حاصل 4 سال مذاکره است. سندی که به کشورهای جهان گزینه‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای را که موجب گرمایش زمین شده ارائه می‌دهد. در میان سیاستمداران و دیپلمات‌هایی که در این کنفرانس شرکت داشتند، هنرمندان فعال در زمینه حفظ محیط زیست نیز دیده می‌شدند. آرنولد شوارتزنگر، بازیگر آمریکایی و فرماندار پیشین ایالت کالیفرنیا گفت: تصمیم گیری در مورد تغییرات اقلیمی نباید به یک مسئله سیاسی تبدیل شود. جنبش های مردمی در تالارهای قدرت آغاز نشد، در پایتخت ها آغاز نشد، با مردم عادی شروع شد. هر جنبش بزرگی در سطح مردم عادی شروع شده است و این جنبش ما متفاوت نیست. خانم ها و آقایان، من هنوز رویای محیط زیست زمان کودکیم را در سر دارم و من 100% مطمئنم ما می توانیم این رویا را برای نسل های آتی حفظ کنیم. شان پن، بازیگر آمریکایی در این کنفرانس گفت: روزهای رویا به پایان رسیده و راه را برای روزهای عمل باز کرده است. در حاشیه این نشست، لئوناردو دیکاپریو، بازیگر آمریکایی که یکی از فعالان مقابله با گرمایش زمین است و مشغول تهیه فیلم مستندی در مورد تغییرات اقلیمی است، با بان کیمون، دبیرکل سازمان ملل، ملاقات و گفتگو کرد. تمام جهان منتظر است تا ببیند کنفرانس پاریس موفقیت‌آمیز خواهد بود. رابرت ردفورد، بازیگر دیگر آمریکایی و فعال محیط زیست، در مصاحبه‌ای به اهمیت این کنفرانس اشاره کرد. حضور در پاریس برای من اهمیت زیادی دارد. ما سالها و سالها شاهد مذاکره بوده ایم، ولی اکنون زمان عمل است و این کار باید سریعاً انجام شود، زیرا این تغییرات آب و هوا به سرعت روی می دهد. در حالی که دمای زمین رو به افزایش می رود، حجم یخچال‌های طبیعی سریع‌تر از میزان پیش‌بینی شده کاهش می‌یابد و بر شدت بلایای طبیعی افزوده می شود. امید می رود این سند بتواند بشریت را از عواقب مصیبت بار گرم شدن کره زمین مسئول دارد. سیاوش علی‌پور، صدای آمریکا.